سیاست‌های دولت آلمان در مقابل جمهوری اسلامی همچنان محل مناقشه برخی از سیاستمداران، منتقدان آلمانی و همچنین معترضان ایرانی. اونها معتقدند که دولت آلمان با جمهوری اسلامی که در طی 4 ماه اخیر با خشونت تمام معترضان خود را سرکوب کرده و به قتل رسانده، در حال مماشات و چانه زنیه. بیش از 3 هفته 23 روزه که جمعی از ایرانیان مقیم برلین در مقابل پارلمان آلمان با هدف قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، به حداقل رساندن روابط دیپلماتیک و اقتصادی با جمهوری اسلامی و تعطیلی کنسولگری و مراکز مرتبط با جمهوری اسلامی تحسن کردند، تحسنی همراه با اعتصاب غذای خشک در هوای سرد برلین. من عبدالله قاسمی امروز 6 روزه که اعتصاب غذا کردم، اعتراض به سیاست‌های دولت آلمان و اتحادیه اروپا، و خواستمون اینه که سپاه پاسداران در لیست تروریستی سازمان‌های تروریستی قرار بگیره. در کنار تحسن کنندگان مقابل پارلمان آلمان، جمعی از ایرانیان مقیم فرانکفورت نیز با تحسن مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی و همچنین مرکز اسلامی در این شهر به سیاست‌های دولت آلمان در مقابل جمهوری اسلامی اعتراض کردند. امروز بیش از 1 هفته است که در جلوی مرکز اسلامی در فرانکفورت تحسن کردیم و داریم با بچه‌های فرانکفورت دوره‌ای این سنگر رو حفظ می‌کنیم. به غیر از 3 هدفی که قبلاً داشتیم هنگام اعتصاب غذا در جلوی سفارت، یک هدف دیگه به هدفمون اضافه شده و اون هدف بستن مرکز جمهوری اسلامی در فرانکفورت و لانه جاسوسی اسلامی جمهوری اسلامی. همزمان با تحسن و اعتصاب غذای خشک بعضی از معترضان به سیاست‌های دولت آلمان در مقابل جمهوری اسلامی، در پی 120 روز سرکوب همراه با خشونت، بازداشت، کشتار و اعدام معترضان در ایران، روز دوشنبه 26 دی ماه گروه بسیاری از ایرانیان با تجمع مقابل ساختمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه، خواستار قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی خواهند شد. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر.